چیزهای عجیب و وحشتناکی که در مصر باستان عادی بودند. درود فراوان، مصر باستان به خاطر اهرام و اسطوره‌های جذابش بسیار شناخته شده است. مصر آداب و رسوم عجیب و خارق العاده‌ای داشته که ممکنه با استانداردهای امروزی بشر بسیار متفاوت باشه. از مومیایی کردن تا قربانی کردن، مصریان باستان زندگی منحصر به فردی داشتند. بعضی از رسمای اونا جذاب و بعضی از رسماشون بسیار ناراحت کنند است. در این ویدیو 4 مورد که در مصر باستان عادی بودند رو بررسی می‌کنیم. فقط لطفاً قبل از دیدن این ویدیو برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. سپاسگزارم. خدمتکارانی که با ارباب‌های خود زنده به گور می‌شدند. یکی از ترسناک‌ترین رسم‌های مصریان زنده به گور کردن خدمتکاران کنار اربابانشون بود. این کارو می‌کردن تا مطمئن بشن متوفا اون دنیا هم زندگی راحتی داشته باشه و اون دنیا هم خدمتکارانش بهش سرویس بدن. اینو قربانی کردن در طول سلسله اولیه مصر در حدود 3100 تا 2600 سال قبل از میلاد رایج بوده و به تدریج با تکامل جامعه از بین رفت. زنده به گور کردن خدمتکاران اغلب در هنگام مرگ فرعون‌ها و اشراف‌ها صورت می‌گرفت. این کار انعکاس دهنده باور مصریان بود. اونا باور داشتن زندگی پس از مرگ منعکس کننده زندگی پیش از مرگ. خدمتکاران زیبا و باوفا و حیوانات خانگی متوفا قربانی می‌شدند تا اونو در این سفر یاری کنند. طبق کشفیات گورهایی که مربوط به این دوره است، وجود چندین اسکلت در یک گور رو نشون میدن. خدمتکارهای قربانی معمولاً مسموم می‌شدند یا از طریق روش‌های دیگه از بین برده می‌شدند تا زیاد آسیب به بدنشون وارد نشه، چون که حفظ شکل فیزیکی برای زندگی پس از مرگ برای مصریان مهم بوده. به مرور آداب زنده به گور کردن خدمتکاران با مجسمه‌هایی به نام شبت جایگزین شد. این مجسمه‌ها از جنس سنگ یا چوب بودند و به جای خدمتکارا داخل قبر دفن می‌شدند. روی این مجسمه‌ها هم یه سری طلسم می‌نوشتند تا متوفا رو در زندگی پس از مرگ یاری کنند. مومیایی کردن و هنر حفظ مردگان. در مصر باستان مومیایی کردن مردگان یک کار ضروری و اجباری بود، چون که اعتقاد داشتند با مومیایی شخص برای زندگی پس از مرگ سالم میمونه. مومیایی کردن یک روش زمانبر بود و معمولا توسط کاهنان، کشیش‌ها و نخبگان آن دوران انجام میشد. در دوران مدرن امروزه مومیایی کردن ترسناک تلقی میشه، اما این امر عمیقا در باورهای مصریان باستان وجود داشت. فرایند مومیایی شامل چندین مرحله مختلف بود که ممکن بود تا 70 روز طول بکشه. ابتدا جسد شسته میشد، بعد مغزو از طریق بینی با ابزار خاص اون زمان بیرون میکشیدن. اندامهای داخلی هم مثل کبد، ریه‌ها، معده و روده‌ها از طریق برش از سمت چپ بدن بیرون آورده میشدن. این اندامها به طور جداگونه داخل کوزه‌های نگهداری میشدن و یا لای کتانی پیچیده میشدن و دوباره در بدن قرار داده میشدن. مرحله بعد به کمک نمکی به نام ناترون تمام آب و املاح بدن رو خشک می‌کردند. بدن 40 روز در این ماده میمون تا به طور کامل رطوبتش از بین بره و باعث می‌شد بدن در این مدت تجزیه نشه. بعد جسد رو به دقت تمیز می‌کردند و اونو با ریزین یا روغن می‌پوشوندن تا پوست خراب نشه. و در نهایت بدن در بین چندین لایه کتانی پیچیده می‌شد. هر لایه با تلسم‌هایی که در اون گذاشته می‌شد با دقت بسته می‌شد و بعد از بانداج با ریزین مهرموم می‌شد. این کار می‌کردن تا مطمئن بشن بدن برای سفر به زندگی پس از مرگ سالم باقی می‌مونه. آیین‌های مذهبی و قربانی کردن حیوانات. مصریان باستان به حیوانات علاقه زیادی داشتند و به خاطر احترامی که به حیوانات می‌ذاشتن معروفن. حیوانات نقش مهمی در اعتقادات مذهبی و فرهنگی مصریان داشتند. فرقه های حیوانات مقدس که به حیوانات خاصی اختصاص داده شده بود و اعتقاد بر این بود که ویژگی خدایان و الههای خاص را تجسم می کنند در کل مصر رواج داشت. این حیوانات برای احترام به حیوانات از حیوانات عظیم الجثه و درنده مثل تمساح و شیر گرفته تا حیوانات معمولی و کوچکتر مثل پرنده ها و گربه ها انتخاب می شدند. امروزه در حالی که حساسیت‌های مدرن ممکنه جنبه‌های خاصی از این کار رو درک نکنه، درک اهمیت فرهنگی و مذهبی این اعمال میتونه اطلاعات ارزشمندی در مورد اعتقادات مصر باستان ارائه بده. بسیاری از این فرقه‌ها حول معابدی که به خدایان اختصاص داده بودند متمرکز بودند. عبادت کنندگان به احترام این حیوانات هدایایی می آوردن و مراسماتی رو انجام می دادن که معمولا به عنوان نمادهای خدایان در نظر گرفته می شدن. مثلا گاو آپیس با خدای پاتان که در شهر منفیس پرستش می شد مرتبط بود، در حالی که خدایان تمسا در شهر کروکودیلوبلیس مورد احترام بودند. قربانی های آینی یکی از اجزای کلیدی فرقه های حیوانات مقدس در مصر بودند. حیوانات با دقت انتخاب می شدن و بزرگ می شدن تا برای خدایان قربانی بشن.
اونا اعتقاد داشتن این کار باعث خوشنودی خدایان میشه و باعث میشه از مردم محافظت کنن و برای مردم رفاه به همراه بیارن. حیوانات با زیور آلات و جواهرات ارزشمندی تزیین میشدن که با احترام زیادی هم با اونا برخورد میکردن و قبل از قربانی شدن از نظر رسم و رسوم آیینی پاک و تطهیرشون میکردن. وقتی که حیوانی رو قربانی میکردن بدنش رو مومیایی میکردن و در یک قبرستان مقدس دفنش میکردن. در بعضی اوقات این مومیایی هایی کشف شده نشون میده که اهمیت و مقیاس این کار در جامعه مصر باستان بسیار گسترده و مهم بوده. استفاده از اعضای بدن انسان در فعالیت های پزشکی. پزشکی در مصر باستان ترکیبی جذاب از باورهای مذهبی و تعلیمات علمی بود. درمانگرها و پزشکها دارای مهارت‌های زیادی در این عصر بودند که معمولاً برای درمان از تشریفات پیچیده و مواد دارویی مختلفی استفاده می‌کردند، مثل تو فیلم‌ها. و از جمله این مواد اعضای بدن انسان بود، چیزی که برای دنیای امروزه ترسناک و آزاردهنده به نظر می‌رسد. اما برای درک بافت پزشکی مصر باستان بررسی دلایل پشت چنین عملهایی ضروریه که بفهمیم چی به چیه. پزشکان مصر باستان معتقد بودند بدن انسان دارای خواص درمانی منحصر به فردیه. استفاده از اعضای بدن انسان در پزشکی رو میتونیم به جادوی دلسوزانه ربط بدیم. این باور اینطوری بود که میگفتن مثلا اعضایی از متوفا، یعنی کسی که مرده، مخصوصا اعضایی که در دوران زندگی اون قوی و کارآمد بودن، میتونن اون ویژگی‌های منحصر به فرد رو انتقال بدن و روی درمان اشخاص تأثیر داشته باشن. در این علم بافت‌ها، استخوان‌ها و مایعات مختلف انسان در طیف وسیعی از درمان‌ها استفاده می‌شد. مثلا تصور می‌کردند که قطعات جمجمه یا پودر استخوان جمجمه در درمان بیماری‌های مربوط به سر مؤثره. از چربی انسان هم برای تهیه پماد و مرهم و این چیزا برای درمان زخم‌ها یا بیماری‌های پوستی استفاده می‌شد. در مصر همچنین مومیایی هایی که منبع انرژی شفابخشی تلقی می شدن تبدیل به پودر می شدن، یعنی مومیایی رو خوش می کردن، پودرش می کردن و به عنوان مادهی در دارو به عنوان درمان انواع بیماری ها ازش استفاده می شد. امروزه ممکنه استفاده از اعضای بدن در پزشکی بیمعنی و خنده دار به نظر برسه، اما مصریان باستان اعتقاد واقعی به این کار داشتن و طبق دانششون سعی می کردن که بیماری های اون زمان رو درمان کنن. اون زمان زیاد از به قولن فیزیولوژی و اعضای بدن و اینا که خبر نداشتن، همینطوری حسشون میگفت کاری بکن، کاری میکردن. لطفاً این زیر در مورد این ویدیو نظرتون رو بنویسید و با یک کامنت از ما حمایت کنید و این زیر بگید که در مورد چه موضوعاتی دوست دارید که براتون ویدیو درست کنم که برم تحقیق کنم، درست کنم، براتون بذارم. و ازتون سپاسگزارم که تا اینجا با ما همراه بودید. خدا نگهدارتون، دمتون گرم.